خاتم را خانم هم برسه. بخیر شما هم خلاص بشه. مامان رفت شفاخانه یک دفعه بذار جاتون به هیچ کس خبر مورد زندگی کسی رو نمیبری؟ راست هم این سر کار بار زندگی خواند فهمیدی؟ از این بعد با نرفتن دخترها به مکتب و دیگه مسائلش غرض نمیگیری فهمیدی؟ دیگه ایت معلوم نیست ایتو چانزه که حکمت الله برای تو را زندان خلاص کرده زمانت کرده دیگه برای مؤثر نمیشه بگی ساعتتون از خودت باشه بگی کارت بگی شستم رو برو باشی برد
مرده؟ خدا نکنه. رابط طالبان گفت رفیق دادامی حواله زمین داد و برش رفت. هرچه بگیر شدم هیچ احوال نشد. دیگه همه باور کردن که اعدام شد. خانه استاد امین خبر دارن که زنده هستم؟ استاد امین؟ وای سیگار سواریت هم خراب شده بیاده. رابط طالبا گفت باید از افغانستان خارج شد. نگفتی خانه استاد امین؟ حال میرم ده خانه یک نون برای جور کنم که ده بندی خانه طالبا خوش هم ندیده باشه. خانه استاد امین نگفته؟ تو خیلی بد است، هیچ از من و احوال زندگیم نمیپرسی. ای استاد امین، استاد امین بفرما. خوش آمدید. بخیز بخیز، برو خودت از شر چرک و شپش خلاص کن. پا پس بیایی من آن شبت آمده کردم. یک راکت اشتباهی و عمدی نمیدانم بخانت خورد، توان نداشتم تعمیرش کنم. باقی وسایل تا گذاشتم در دیگه اتاق. خواهی ای که غم نداره. Thank you.
برو زن بگیر حکمه خدا. صد رحمت به قضای بندیخانه طالبان. جات خلقی نکن، از دلت هست بری دخانه استاد امین؟ خیلی خوب برو برو ببین چقدر انتظارتو کشیدم. جبه شو یارو برو بده کن خیلی تنی ببین چی گرده. بفرمایید شوی برای ملا صاحب. بفرمایید ماشاءالله ماشاءالله عجب هیکلی برای عروسی دست؟ بله چندومی؟ باره سفومه مبارکه مبارکه. استاد امین تشریف دارن؟ نه من داشته رفتم کاله کاله دخت داشته. نه خیلی جمعه جمعه برو خونه استاد امین بگو گل محمد زنده. سلام علیکم ولی گل محمد. سلام. خب با اجازه تو تو چرا زنده ای؟ یعنی چطور شد زنده موندی؟ گفتم این پول پیشکش دارم دست نخوردم ماندگیست. اما شما شیخ ما هستی، کلان ما هستی، به گپ چند تا بچه چند اشتو آمدی خیشی را به هم بزنی. اجازه معلم گل محمد آمده زنده زنده خود ببدیدون بی آمده بدن دکن باباسکی بابا بده جانم گفتم برو برین آمون زنده زنده معلم صاحب.
از شما که هیچ احوال نامد. این سلطان احمد خان آمد برای خواستگاری سیامو برای بچهش. شما قول کردی، وعده دادی مسلمان. قول دادم که دادم، شما هم وعده کردی پول پشکش بیاری. دو سال است که رفتی ما را هیچ احوال ندادی. خب استادم این طالبان ده بنده. طالبا من سیاسی نیستم، یک خیاط هستم، یک کاسبکار. نه کاری به روسا دارم که پدرت را کشتن، نه کاری به امریکا که پدرت در سفارتشون کار میکرد. ظاهرشاه، داوود خان، حفیظ الله امین، مبرک کارمل، دکتر نجیب، سبقت الله مجددی، ربانی و طالبا برام هیچ فرقی نداره. فقط از این وضعیت کرولال شدن زنم از ترس صدای توپ و هاون و موج بم برام رسیده. فامیلی؟ تو معلم هستی، هر دختری در خواسته باشی بی پول و پشکش برات مهمن. برو پناهیت با خدا. بیادر یک دعای خیر. والله خیر الحافظین. استاد، رسم و رسومات، جوانمردی، مسلمانی، همه از بین رفته. ما ده ای فکر بودیم که گل محمد کشته شده. کجای گپم بوی نامسلمانی مهمن ها؟ از آلا کل پیشکش آوردم، شما هم قبول کردین. خیر ببینین، اما مسئله است که پیش آمده. ای پول نداده، فقط یک گپ بوده. یک گپ هم کسی به نام کسی میشه؟ براتان میدو، دو برابرش هم میدو. دختر استاد به نام است، غیرتش او را نمیمونه که قبول کنه. هم مسی آمورا دوست دارم، هم او مره. حرمت علمتو دارم معلم، ساکت شو. کدام نام؟ به نام کردن یک شرطی هم داشت. شرط ادا کردی؟ نه. پول آوردی؟ نه. اگه این رقم باشه پس کلگی دخترای کوچو بازار به نامش هست. من دختری را که نام مرد دیگه در روش مانده باشه نمیگیرم. حالا که آماده بچه هم قبول نمی کنه او را. اون مردم من تا به قیامت صبر نمی کنم. 6 ماه بعد دو برابر پول بچه سلطان احمد هم میاره. شاهد باشین، من رسومات از زیر پا نمیذارم. ده 6 ماه 2000 لک پول پشکش میاره. بعد از اون دیگه هیچ حق دیگردن ما نداره. هیچ. یالا خودتا جنب بیاره. بفرمایید. تا 6 ماه بعد کده 2000 لک. میفهمی؟ یعنی 200 میلیون پول افغانی. سواد داری؟ بخیر 6 ماه بعد. خیلی ببینه 6 ماه بعد همراه پشکش خدمتتان برسم. حالا برام یک آب سر رویم بزن. میرم به لب جوی.
بیا. دیگر روز میبینمش. بچگی نکن. دیگر روز طرف لاهور میری. کار میکنی. همراه پول پیشکش پس میایی. خلاص. اگر بی بی جانم زنده بود یا خانی استاد امینه دسترشان خراب میکرد یا یک ملا می آورد مرا نکاح می بست. اگر زنده می بود با جارو دسترت می زد، هیچ نمی گذاشت بری لب جوی و ای تو کارهای بچگی بکنی. چقدر پول پیسه داریم بیتیم؟ پیسه بیتی پول پیسه پول پیسه داریم زه زه
کجا هستم؟ برجی کنم علی خان شما هستین؟ بله چه کار و خدمت؟ من از پیش بیادرتان حکمت الله آمدم. حکمت الله؟ خیر که هست؟ خب چطور هست؟ خوب هست؟ چندی مراتب ازش حوال خواستم، گفتن دیگه در اون مکتب درس نمیده، جویش تغییر کردن. حکمت الله خیلی مهربان است. طالبا که آمدن یک مدت مکتبا رخصت شد رفت ایران، مکتبا که دوباره با شد پس سر کارش آمد. برای من گفته ممکن است شما از او دلخور باشین، اما هر وقت گپ شما به میان آمده گفته من دهنگدار بیادرم علیستم، اما هیچ وقت نتانستم جبرانش کنم. بعدش گفتم دلخوری دیگه پدر مادر منو زنده نمی کنم. خبر وقتی برام رسید که پدر جانم دفن کرده بودن. بعد خودم گفتم دیگه رفتن من فایده نمی کنه، اما او خیال کرد که من از ترس و با افغانستان رفته بودم. بی بی جان من، چند هفته بعد از فوت پدر و مادر شما مریض شد و فوت کرد. بعد از رفتن او خیلی بیکس شده. بگذره. خب نوشته کده که در زمان معلمی به کار طالبو دخالت کردی، بنده شدی، از کار پس شدی، حالم که خلاص شدی جایی را برای ماندن نداری. ایجیم کسی را نمیشناسی ها؟ سعی است همیتوست. این رستوران مرکز افغان هست، همه رقم از بیکار بگیر تا اونایی که سر کار هستن. در این رستوران افغان ها رو به کار نمیگیرن، فقط من یکی هستم که 15 سال از اینجا کار میکنم. بعضی کار در پاکستان بسیار خراب است، فعلا نمیتونم هیچ کاری برات پیدا کنم. زبان ایجی را میفهمی؟ خیلی کم، اما انگلیسی را یاد دارم. پدرم در سفارت امریکا کار میکرد، روسا او را کشتم. من سیاسی نیستم. من هم همینطور. اگر قول بدی که صبح زود آستاب برای آخر شب آستاب بیایی میتونی ایجی خوشی؟ هیچ کرام نده، به شرطی که مرد جنجال نمیدازی. خب
نان چاشت خوردی؟ نه نمیخورم. امروز امشب مهمان خودم هستی. از دیگر شب چای و کلیم و نان کده خودت هست. پولش هم میدی. خواه تا که در پاکستان میمانی؟ تا 2000 لک افغانی کار کنیم. خیلی برای چی 2000 لک؟ باز براتون میگم. خب هستی قدیر کلیم تو مجھے دوست آئے ماں تجھے ضمانت قبول کی شکریہ 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 این چند تا سرفت خیلی قیمت داشت قدر این سرفت هم بدم اهل دود نیستم نفس میگرم برش نمی گفتم هم خیالی نبود اما حالا خوبتر شد گفت اهل دود نیست خدا کنن اهل کارهای دیگه هم نباشه چه گپ هست؟ سلطان بودی مملکت ها دستت گرفته؟ هیچ کار پیدا نمیشه پیدا میشه برات یه خط گرفتم نه نه بخو برو ببین چطور میشه شاید مشغول شدی سربارت شدم نه؟ نه Thank you.
حواست به کار خودت باشه، کار به کسی هم نداشته باش. تا ببینم جاوید بیا ایجی کار برش یاد بده، اگر مواظب خودت نباشی ناقص میشی. شما اصلا خاطر باشه. نفش بریده شده خوب میشه پاز میتر کار خود. بیادر یک نوشابه بده. قیمتش چند است؟ 50 روپیه. چند است؟ 50 روپیه. چند؟ 50 روپیه. نه نمیخوام. دستی برادر خوب شده زن باشه بر است کارم که پیدا نمیشه. برو دیگه. مادر عشق بسوزه. Thank you.
اگر خواستی برو بزنش. خاطر بچه های برادرم بود. نشناختیش؟ یاد گرفتم از سیاست چیزی ندونم. برای چی؟ برای خاطر که کشتمشون. کشته؟ گفتی سیاسی نیستی؟ سیاسی نیستم، اما آدم که هست. یک شاعر ایرانی میگه زندگی باید کرد، اما نه به مثل تو. سمجنا الله اکبر الله اکبر. چلو چلو
بودن یک شام شب مخصوص. شش ماه برات وقت داده، شما یک سال از آمدی و هیچ خبر هم ندادی. براش قول دادم تا یک ماه بعد دست بسته تو رو همراه پیشکش پیشش ببرم. حالا گفته یک ماه دیگه، از آن نگیر. خدا بزرگ است، پولم کم است. جور میشه، جور میشه، نگران نباش. تو جور میشه، تا یک ماه بعد هرچه جور کردی میبری برش میدی، قبول میکنه، نمیتونه قبول نکنه، سر زبان ها افتاده. دلگیر نباش، انگار که او برجو از تو بوده که ای تو دقمش غرق شدی. دگر روز من و حکمت الله باید کراچی بریم، یک احوالی از قوم خیشا بگیریم. یک فکری برش کردم. پس برای خبر دادن به من آمدی؟ مادر بچه هایم به کراچی یک خواهر داره، وضع بابایشم بسیار خوب است. برش خبر دادم اگر زن به پیشکش میگی بیا. خبر برش رسیده مثل بر خود چه رسانده. چانس است دیگه. نه، به گپ کلانترا گوش دادن. نه خیر، نه، ایره میگن تیزی آتش. صاحب رستوران تا راضی میکنم تو می پس میایو جای ما کار کنی. خب است؟
صبر کن ببینیم چی میشه. دخول و خروج به افغانستان من است. استاد امین اگه هم خواسته باشه دخترش عروس کنه دای وضعیت نمیتونه. او دفعه مگه دیرتر نرسیدم استاد امین دخترش بدبخت نکرد. یک رقم میرون دادم همون تو که آمدم. اما حالا جنگ است. هیچ فکر نمی کنم با پول دادن به پلیس های لب مرز پاکستان و طالبا بشه رفت آماد کرد. بی عقلی نکن. کی کار عاقلانه کرده که ما بکنم؟ بفرمایید. لبه جون همه از گل محمد و مگب میزنم تنه میزنم پدر جانم مجبور میشه سخت نگیرم Thank you.
از فکر گل محمد خارج نمیشم. حالت خانه سیاموی ششته برش درس عشق میده. کار ویزای خانومم خلاص شد. بالاخره زنت هم همراهیت میبری. برش وعده دادم به کل جایی ها با هم باشیم. بچه حرفای مرا گوش نکردی، در کاری هم دخالت کردی. حالی چه وقت است؟ زخمی شدی؟ نفهمیدم، شاید حالا ده روز شده باشه یا نشده باشه. به مراتب بیهوش می شدم، باز به هوش می آمدم. وقتی خواستن مدیجی بیارن باز از هوش رفتم. دیجه کاردن یعنی زنده می مونی. تو برای چی که طالبان رفتی؟ من دوران داودخانی جستم. زندان همیشه به یک زندانبان ضرورت داره. بانی خانه دست من مسلمان نیست. معلم حکمت الله از من پرسید عروسی شده یا نه؟ من گفتم نه. اگه گل بفهمه که شما از من گپ پرسان کرده منو میزنه. سیاموی برای چی گفت؟ گفت که
فقط گفت که تو چی گفتی؟ گفت که پیشترم گفتی، دیگه چی گفت؟ فقط گفت که شما چی گفتی؟ خب تو چی گفتی؟ ما گفتم به تو گفتم که هنوز عروس نشده. چی؟ ما گفتم به تو، به شما گفتم که هنوز عروس نشده. Hey!
اجازه چی گپ هست؟ چرا نرفتی در سنگر؟ نمیبینی من برده است؟ معلم گل محمد، معلم گل محمد، یالله یالله سلام حال شما شده؟ خوب اختیاری؟ مادر جان شما خوبه؟ مادر جان شما خوبه؟ هنو گوشی نمشنوه؟ پاینا تیار شده؟ چی گفت هست؟ معلم گل محمد آمده به خونه معلم حکمت الله. خب معلم حکمت الله گفت گفت زیادی نزن، فقط یک کلمه. خود چرا آمدی برای ما میگی؟ برو به بچه های مکتب بگو. معلم گل محمد که با بچه های مکتب عروسی نمیکنه، با شما عروسی میکنه. سر خود آمدی خبر بدی؟ نه معلم حکمت الله گفت گفت زیادی نزن، فقط یک کلمه با شما میگو خود زود به خانه معلم حکمت الله برسونی. اگر به خانهش نرم من رو پلک میکنم؟ اجازه؟ من گفت زیادی نمزنم. خب معلم گل محمد زخمی بود، من پیدا کردم. معلم حکمت الله میگو گل محمد باید ما عروسی را زودتر را بندازیم. تو اگه کسی بفهمه تو زخمی هستی اینجا گاه استراحت میکنی خبر بده، حتما تیرباران میشوی، چون یک چیزایی که دیدی نباید میدیدی. کسی هم خبر داره؟ نه ما به کسی نگفتم، به غیر از پدر جان خو مادر جان خو دیگه به کسی نگفتم. اگه خبر بدن چی؟ کسی غیر از ما قصه را نمیدانه. او گپ نمیزنه، گپی هم بزنه کسی گپ بچه رو باور نمیکنه. ایخ عجله برای چیست؟ اگر دیر شود جاسوس ها خبر میدن زخمی شده. وقتی داماد شده خبر نمیتن؟ وقتی زن به خانش بیایه بچه ها و مردم دیگه کمتر به خانش رفت آمد میکنن. شلوغی و بیرو بار عروسی آمدن گل محمد عادی ترشان میده. من یک هفته وقت بده ببینم چی میشه. هیچی استاد، مردم با خبر میشن، بالاخره به دیدن گل محمد میاین، میفهمن که زخمی شده است. اون وقت پیشکش شما هم میشه خون گل محمد. مبارک است. عروسی بچه سلطان است. میدانی که خواستگار سیاه موی بوده، در یک زمان کار خوبی نیست.
چی بهتر؟ دو تا عروسی در یک زمان مردم بیشتر سرگرم میکنن. خبرچینا در شلوغی و بیروبار عروسی به هر چیزی مشکوک میشن جز به عروس داماد. تا بال جاسوسا نفهمیدن که گل محمد آمده. فهمیده باشن. از سفر آمده پیشکش داده عروسیش گرفته. خلاص. اما اگر عروسی نکند خود آمدنش یک سوال میشه. که برای چی عروسی نگرفته؟ چی رقم آمده است؟ پاسپورت داشته یا قاچاقی آمده؟ چطور است؟ خلاصه میآیم او را میبرم تا جواب سوالاتشان پیدا کنم. خون گل محمدم در گردن شما میفته. باش مبو. اما خواهر بیادر سیامو در غربت هم باید خبرشن بیان. خب انتظار دارم. تا خبرشن بیاین داماد تیرباران شده. پای شما هم به میان کشیده میشه استاد. بیا و به وقت این دو جوان رحم کن. القيت بينهم كما القيت بين آدم وحواء. اللهم القيت بينهم كما القيت بين موسى وصفورا. اللهم القيت بينهم كما القيت بين محمد وخديجة. اللهم القيت بينهم كما القيت بين علي وفاطمة. صلواتك اللهم صل على آقای استاد امین. آیا اجازه می دهید که دختر شما سیاموی را با آقای معلم گل محمد عقد بنمایم؟ دادم و بخشیدم. آقای معلم گل محمد، آیا از طرف شما اجازه دارم که سیاموی دختر استاد امین را به عقد شما، به عقد دائمی شما درآورم؟ خواستم و قبولش کردم.
خواستم و قبولش کردم، خواستم و قبولش کردم. Thank you.